2015 بدترین سال از هر زمان دیگری در حوزه اقتصادی افغانستان خوانده شده است. از عملی نشدن وعده های رهبران حکومت وحدت ملی تا کاهش 26% سرمایه گذاری ها و مسئول نبودن جان و مال تاجران در حوزه سرمایه گذاری، افزایش بیکاری، فقر و فرار جوانان از منزل دیگری در این سال گفته می شود. اما در کنار آن چند دستاورد بزرگ در اقتصادی: آغاز کار عملی بزرگترین پروژه اقتصادی افغانستان یعنی پروژه تاپی، عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی و گسترش روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای آسیایی از بزرگترین دستاوردهای سال 2015 میلادی خوانده شده است. اما اینکه برنامه های اقتصادی سال 2016 حکومت وحدت ملی چی خواهد بود، نبی الله سادات استاد دانشگاه برای بحث بیشتر اینجا با ما در استودیوست. آقای سادات بسیار زیاد خوش آمدین. سپاس از شما. میشه در نخست بفرمایین که دستاوردها و چالش های سال 2016 میلادی در حوزه اقتصادی از دید شما چی بوده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بیننده های عزیز و تمام دستاندکاران تلویزیون آرزو. سلام شما. سپاس از شما. باز هم سال 2015 که گذشت یک سال پر از مشکلات برای مردم افغانستان، برای امنیت افغانستان، برای سیاست افغانستان، برای اقتصاد افغانستان و در صورت کل برای اجتماع افغانستان بود. در این سال ما با مشکلات زیادی که از انتخابات گرفته تا پروسه های فرار جوانا، تا پروسه های بیرون شدن سرمایه از افغانستان، اینا همش یک و یک مورد بحث و مورد بررسی است تا ما بتونیم که با مشکلات حادی که گذشت بر افغانستان یک دیدگاهی داشته باشیم. افغانستان متاسفانه کشوری که با تمام داشته هایش، با یک موقعیت خاص جغرافیایی، با کشوری که سرشار از منابع مختلف، حتی چهار فصل زیبایی که در افغانستان هست، اینا همش در سال 2015 مورد سوال قرار گرفت و آزمون زمان طوری بر ملت افغانستان وانمود شد که در این سال ما نتونستیم که یک انتخابات بسیار سالم و بسیار شفاف بر جامعه خود و برای مردم خود برمغان بگذاریم. بعض انتخابات یک سلسله چالش های بسیار بلنده که دو بودی اساسی که تانستن در این روال شریک شوند، بعض انتخابات که یک تحول و تداوم بود و یک اصلاحات و همگرایی، اینا برای مردم افغانستان وعده های بسیار موزون و ناموزون را اعلان کردن. هر کدام به دیدگاه خودش یعنی یکتاز میدان خدمت در تمام عرصه ها بر کشور بود، بر افغانستان بود، یعنی از امکانات و توان بالا مردم را امیدوار ساختن. ولی در اینجا ما دیدیم که آنچه که گفتن او به او نه تنها که به او موضوع نرسیدن، بلکه ارقامی را که بر مردم وعده داده بودن بر او هم نتونستن دست پیدا بکنن، به خاطر از اینکه اینا در یک حالت خاص نهنجاری خودشون در داخل خود درگیر شدن. و بازم خوشبختانه که از درگیری که مردم منتظرش بود، از چالش های بسیار خطرناک مردم منتظر بود، اینا تونستن باز هم یک قربانی دادن و هر دویشون با هم یک حکومت وحدت ملی ایجاد کردن. یک نطور مشخصتر در حوزه اقتصادی که حالا بیشتر برخوابه ای باور است که سال 2015 یک سال بوده که بدترین وضعیت اقتصادی برای مردم افغانستان تعریف شده، یعنی آنچه که رهبران حکومت وحدت ملی وعده های را در جریان کارزارهای انتخاباتی داده بود که تغییر حتی در دسترخوان هایشان میان که هیچ کار نکرده. این فکر میکنید که عامل اصلی این همه ناتوانی ها و ضعف و افت اقتصادی در سال 2015 چی بود؟ زمانی که در یک کشور، در سردمدار کشور داخل منازعه، داخل کشمکش باشه، طبعا ملت ها، ملت افغانستان یا ملیت ها از اون آزمونه که به اصطلاح در مورد خطر قرار دارن، از اونجا رهنمون میشن و نمیتونن به آراستگی خاص اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خود زیست کنن. متاسفانه که در افغانستان همون منوال بر مردم افغانستان پیدا شد و مردم از سطح بلند اقتصادی، یعنی از آنچه که آرزو میکرد، آنچه که به اصطلاح توانایی ها برشان وعده داده شده بود، اینا در خور ضعف قرار گرفت و مردم یک دچار بسیار مشکل ترین سطح اقتصادی قرار گرفتن. در قدم اول مردم، تعداد زیاد مردم افغانستان بیکار شدند، جوان ها در یک حالت ناموزون زندگی خود قرار گرفت، باورها از جامعه ما رخت بست و توانایی هایی که برای خدمت در افغانستان بود و
پالایش فکری، پالایش مروی بشری که بر افغانستان ایجاد می شد، اینا همش در خور صدمه قرار گرفت و افغانستان یک گفت بسیار بلند اقتصادی در سال 2015 سپری کرد. و همچنان ما می تونیم که بزرگترین چالشی که در سرمایه افغانستان بود، بیرون شدن تجار افغانستان که سرمایه خود از افغانستان کشید، بیرون شدن منابع خارجی که در افغانستان بود، اونا میخواستن سرمایه گذاری بکنن و کسایی که سرمایه گذاری کرده بودن همون از افغانستان خارج شد و فرار جوان ها و به این شکل مشکلات زیاد دست و پاچه است. بله، حالا این همه عاملش چی بوده از دید شما؟ عامل از نا چند موضوع بسیار خاص بود. یکی که افغانستان در یک حالت ناموزون سیاسی قرار گرفت و دولت نتونست آنچه که به اسلام میخواست برای مردم افغانستان برمغان بیاره. و موضوع دیگه بود که توجه جهانی از افغانستان کاسته شد و بعد پرداخته شد که در اینجا ما دیدیم که افت بسیار بلند ارز در افغانستان ایجاد شد، مثلا منابع پولی افغانستان ورشکست بسیار قابل ملاحظه را دید، یعنی اسعار خارجی نسبت به اسعار افغانی بلند رفت و یعنی ارزش خود از اسعار خارجی افغانی در برابر اسعار خارجی، اسعار خارجی واقعا به شکل بسیار سرسام آور یعنی پایین آمد، یعنی گفت بسیار بلند از نوع اقتصادی افغانستان دید. و مبنای بزرگی که ملت افغانستان هم زیر مشکلات دست و پاشه میزنن و این مشکلات برای مردم آمد، نداشتن یک برنامه درست دولت بود که یک حکومت ما نتونست که مثلا بر مبنای خوبی که وعده گذاری کرده بر مردم به او دست پیدا نکردن و به می شکل مردم آیسته آیسته از موضوعات خاصی که رشد اقتصادی بود از نیه باز ماندن و تا صد کار، صد پیشرفت، صد بلندفتن اقتصاد در افغانستان ایجاد کردید. بله آقای استاد، حالا باورها به این است که بیشتر از اما حالتهای نامتوازن اقتصادی هم مثل افزایش فقر و بیکاری، فرار جوانان و عدم سرمایه گذاری ها یا فرار سرمایه گذاری ها از کشور، این همه میبرن عاملش را به وضعیت یا ناامنی ها تچ میکنن و یا این همه را فکر میکنند که این یک از عامل عمدهش ناامنی ها در کشور است. فکر میکنید که حالا مسئولیت حکومت در سال 2015 چی بود؟ یعنی نتونست که اونمو رضایت و یا اعتماد و یا اعتبار و یا مسئول ساختن فضای سرمایه گذاری برای تاجران و همین حوزه متشبثین مساعد ساخته نتونست، که این همه عامل شد که سال 2015 را به عنوان یک سال پرچالش و یک تصویر بد در حوزه اقتصادی ارائه بکنن. سال 2015 افغانستان از چهار جنای بسیار خطرناک مورد حمله قرار گرفت. یک، موضوع سیاست های کشورهای خارجی بود. دوم، موازنه نداشتن درست برنامه ریزی در داخل حکومت افغانستان بود. چهارم، ناامنی ها شکل خاص دیگه خود گرفت، جایی که مثلا در اونجا امنیت بود اونجا ناامن شد، یعنی جغرافی جنگ در افغانستان تغییر کرد و جایی که مثلا تغییر کرد اونجا هم نارم شد، جایی که سابق جنگ بود اونجا هم مشکلات خواهد دید. و از دیگه از طرف دیگه افغانستان دچار مشکلات منابع بشری قرار گرفت که روند پیشرفت در افغانستان به اندازه‌ای ضربه زد که امروز ما ببینیم که افت اقتصادی بسیار بلند در افغانستان ایجاد شد و سرمایه های از افغانستان فرار کرد، جوان ها به سوی هجرت واگذار شدن و توانایی هایی که باید و حتمی در افغانستان ایجاد می شد او توانایی ها در سال 2015 از بین رفت و متاسفانه که در اینجا افغانستان در ردیف از جمله کشورهایی که پایین ترین سطح امنیت داشته باشد در افغانستان رقم خورد و از نگاه فساد داری، از نگاه مشکلاتی که در حریم کسایی که زی دخل کاری دولت بودن، مثلا والی ها بودن، مثلا وزرا بودن و ارقام از اینا در سطح بلند مثلا بیکار ماند، یک خلای بسیار بلند رشد نکردن اقتصادی در افغانستان ایجاد شد که افغانستان در این مورد تقریبا چندین ماه، تقریبا در یک سال والی ها سرپرست ماند، وزارتخانه ها سرپرست بود، حتی انکشاف و برنامه ای که برای یک ایجاد تحول کاری در یک مملکت باشه اینا زیر سوال قرار و اینا ساکت ماند. امروز که امروز هم هستک تا اونوزم که سال 2015 گذشته هم به اون منوال خود قرار داره، بسیاری جا ناامن شدیدتر شد، سقوط کندوز یکی از مشکلات حاد بود، سقوط بعضی ولسوالی ها در ولایت های مختلف افغانستان، اینا همش دامنگیر برنامه ریزی های ناق حکومت بود که حکومت نتونست که با
ردیف کردن صلابت خود یا ردیف نکردنه که نتونستن به اصطلاح اینا در سر تا سر افغانستان یک دست باز حکومتی داشته باشن. اینا بله. همیش یک جو شد و واقعا افغانستان رو در خور بسیار خطر بسیار جدی قرار داد، تا به اندازه که کشورهایی که اونا میخواستن بر افغانستان به هر نحوی حاکم باشن اونا تا اندازه دسترازی بله. کردن و ملت افغانستان دچار هزاران مشکل ساختن. بله. آخه صد حالا در بخش دیگر از تصویری که از سال 2015 ارائه میشه در حوزه اقتصادی گفته می شود که یکی از عوامل فرار سرمایه ها یا توقف کردن سرمایه گذاری ها در کشور همان بلند بردن یا افزایش مالیات بر عایدات تاجران بوده. فکر می کنید که همین بلند رفتن مالیات بر کار و بار چقدر تاثیرات منفی گذاشته که این تصویر منفی را از سال 2015 حالا ارائه می کنند؟ زمانی که در یک جامعه جنگ باشه، ناامنی باشه و نتونه حکومت امنیت کلی مردم بگیره، طبعا در اونجا یک سر مشکلات خاص خود را می داشته باشه. امروز در افغانستان زمانی که دولت وعده کرد بر مردم که شما امن میشین، شما به نیاز ندارین دیگه که شما بادیگار بگردن، تا بعضی کسا طور شعار دادن که دیگر از ارگ تا دالمان کس در طیاره هلیکوپتر نمیره، بلکه نتونه که با طیاره هلیکوپتر رفتن نتونستن، بلکه از داخل ارگ هم سینا بیرون شدن نمیتونن. این موضوعات بسیار مشخصی بود که زمان که حکومت در بود کاری سیاسی امنیتی یا اقتصادی نتونه سردمدار برنامه خود باشه، اینو هرگز نمیتونه. طبعا زمانی که حکومت آقای سوال اگر مشخصا حالا افزایش مالیات هم تاثیرات منفی خود را گذاشته، آیا باید حکومت اول کدام کارها یا پیش زمینه ها آیا اون فضای را برای مردم و متشبثین مساعد می ساخت تا باز می آمد مالیات را یا بلند می برد بالاشون؟ بله طبعا زمانی که ما ببینیم که هویت دهنده ملت کی ها هست، هویت دهنده ملت طبعا سیاست کشور است، سردمدار کشور است، کسایی که میتونن حکومت درست بچرخونن، کسایی که حکومت به دست اونا میتونن. ولی متاسفانه که آنچه که وعده داده شده بود، آنچه که برای رشد اقتصادی افغانستان رهنمون میشد، این موضوعاتی بود که ناآراستگی کلی یعنی ناکارکردگی برنامه ریزی در افغانستان، اینا همش سربستر شد و بالاخره یک هویت بسیار بد را برای جامعه اقتصادی افغانستان نشان دادن و مردم اعتماد نکرد. یعنی در فضایی که در اونجا تشنج باشد، در اونجا اختناق باشد، در اونجا به اصطلاح برنامه‌ریزی نباشد، در اونجا حاکمیت کلی دولت نداشته باشد، طبعا در اونجا هیچ کسی نمیتونه که در او جامعه رشد بکنه، در او جامعه دل بگیره، در او جامعه به اصطلاح اقدامات رشد اقتصادی در او جامعه پیمان‌ریزی بکنه. و سوی دیگر نتونه که به اصطلاح جامعه تشبثات خصوصی یا تشبثات کوچک یا سرمایه گذاری در افغانستان به صورت درست حمایه نشد، در پهلوی از اضافه کردن یک سر مالیات که دولت تامین کرد برای سرمایه گذارا، اینا خودش مشکلات زیاد بود برای جامعه افغانستان که نتونستن به جرأت خاص کسایی که میخواستن سرمایه گذاری برای افغانستان بکنن، سرمایه گذاری برای کشور خود بکنن و تجار با تمام آراستگی که بتونه با یک جرأت و با یک صلابت درست به در جامعه کار بکنه، اینا همش سد شد و جامعه اقتصادی افغانستان ضربات بسیار مهلک را هم از این برنامه خورد. بله. و در پهلوی از هم ما میتونیم که امیدوار به این باشیم که افغانستان روزهای بعد خود انشالله و رحمان پشت سر گذاشتانده و روزهایی که بتونه در صلابت کلی بله. حاکمیت دولت بر تمام ساحات افغانستان باشه، برای هم ما انشالله و رحمان امیدوار هستیم. بله. حالا از امیدواری هم صحبت کردین، در کنار از اینکه امون کمی کاسی ها و ضعف های را حکومت افغانستان در سال 2015 داشت، دستاورد های بزرگ هم در راستا گفته شده است، مثل دستاورد یا کار آغاز کار عملی پروژه تابیک که یکی از بزرگترین پروژه های اقتصادی افغانستان است، این در رویش میگن که یکی از دستاورد ها در این سال بوده، و همچنان عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی که از دستاورد های بزرگ بوده که از سال 2004 اینا تلاش کردن تا سال 2015 که بالاخره عضویت این سازمان را کسب کردن، و در پلی از او گسترش روابط اقتصادی و سفرهای رئیس جمهور غنی توانسته که یک سلسله امیدواری ها را به میان بیاره. از دید شما آیا این امیدواری ها و این دستاورد ها چقدر قابل ملاحظه است و چقدر میتوان خوشبین نسبت به آینده بود؟
خب الحمدلله با وجود که افغانستان در سال 2015 سر مشکلات خاص خود داشت، امروز ما دستاوردهای خوبی را هم داریم. در قدم اول سفر آقای رئیس جمهور به کشورهایی که در آسیای میانه بود، شامل شدن به پروسه تجارت جهانی، پروژه تاپی، پروژه کاسا 1000، اینا برنامه است که برای آینده های افغانستان یک سلامت بسیار بلند داره و امیدواری است که ملت افغانستان از مشکلات زیاد اقتصادی در امان میمونه. و اگر بتونه دولت در پهلوی از این موضوعات در قدم اول امنیت در سراسر افغانستان ایجاد بکنه، ما میتونیم که هر کدوم از پروژه‌ای که در افغانستان ایجاد میشه و هر برنامه ربط خارج افغانستان بر جامعه جهانی از نگاه تجارت جهانی، از نگاه برنامه دیگی که به اصطلاح هست، ما میتونیم که دستاورد بسیار بلند در سطح اقتصادی افغانستان داشته باشیم. خب موضوعیت کاری در اینجا ایجاد کار هست، ارتباط افغانستان با جامعه جهانی میباشه و رایافتن افغانستان به بر مبنای کارکرد مالیاتی، این کم بودن تکس مالیاتی از نگاه ترانزیت هست، ایجاد راه ابریشم هست، اینا تمامش موضوعاتی است که ما در افغانستان میتونیم که یک سلامت بسیار خوبی را بر آینده امیدوار باشیم. در پهلوی از افغان ها الحمدلله در مدت کوتاهی که به اصطلاح میشه دستاورد خوبی را از ربط کاری که بتونه ایجادگر برای روابط، برای ارتباطات افغانستان، بر امتی افغانستان، بر صادرات افغانستان باشه، یعنی صادرات موزونی افغانستان بر جهان ایجاد شود و بتونیم ما شکل بلند ترانزیت از افغانستان با جامعه آسیا داشته باشیم در جنوب آسیا و افغانستان. نمیدونم که این تسهیلات با عضویت پیدا کردن افغانستان در سازمان تجارت جهانی ایجاد شود بر افغانستان؟ اینجا ما میتونیم زمانی که افغانستان در تجارت جهانی سهیم میشه، عضویت پیدا میکنه، در اینجا طبعا افغانستان در از نگاه اقتصادی یک راه بلند را انشالله طی میکنه و عبور میکنه و از مشکلاتی که به اصطلاح دامنگیری قبلا بود، اینا رو ما میتونیم که مهار بکنیم و کار برای مردم افغانستان ایجاد بکنیم. علی خصوص سطح بلندی که در این اواخر جوانای ما از افغانستان رفت فرار کردن، ما میتونیم که دیگر سطح بیرون رفت از مشکلات شویم که جوانا کار پیدا بکنن، جوانا فرار نکنن از افغانستان و همچنان تا زمانی که کار ایجاد نشوه هیچگوی امنیت در افغانستان نمیه و نمی پروسه که افغانستان شامل تجارت جهانی میشه، این یک مبنای بسیار بلندی برای دراز مدت بر افغانستان ایجاد میشه. حالا که سال 2015 گذشت و آغازین روزهای سال 2016 است، حالا حکومت گفته است و یا هر در بیانیه آمده است که گفته است که ما بیشترین تمرکز ما و برنامه های ما در سال 2016 روی پروژه های بزرگ اقتصادی است تا مسائل امنیت. فکر میکنید که از دید شما سال 2016 واقعا یک سال پرتوسعه و یک سال خوشبین برای مردم افغانستان و حکومت افغانستان خواهد بود؟ در همون طوری که ریاست جمهور از طرف ریاست جمهور اعلام شده که افغانستان مبنای گام های بلند رشد اقتصادی خواهد در سال آینده مدنیت دمی سال 2016 منتظر می باشم، میشه انشالله. و ما در اینجا در قدم اول ما ایجاد پروژه تاپی را ما میتونیم یک نشانه بسیار خوب برای افغانستان داشته باشیم. موضوع معدن افغانستان هست، موضوع معدن افغانستان زیر کار هست و موضوع مثل عینک لوگر اینجا هم فعلا سر موضوع جلسات است و ارتباطات با کشور چین هست و افغانستان هم اگر بتونه از این مبنای خود بر جامعه جهانی یک آمار بگذاره تا بتونه که کدام کشور میتونه بر مبنای رشد اقتصادی افغانستان کم به نفع افغانستان باشه و هم به نفع کسایی که من در اینجا قرارداد با اونا امضا میشه، سرزی پروژه است، پروژه آجیگک است، اینا موضوعاتی است که در سال آینده همش رقم عمل خود کار میکنن و مبنایی که یک کشور بتونه که واقعا نمی اعلانه که به اسلام میشه که گام های اقتصادی خود ما رشد میتیم در سال 2016، اینجا باید در قدم اول بر مبنای تمام موضوعات باید ربط اساسی در مورد امنیت افغانستان باید ما داشته باشیم. چگونه ما بتونیم در مسیر راه های خود معاملت داشته باشیم، چگونه بتونیم که زیست کاری را از نگاه اقتصادی ما رونق بدیم. اینجا بسیار این موضوع را بسیار شدید هست و بسیار امر ضروری است که باید افغانستان اگر بخواهد که از مرز
از مرز نابسامونی اقتصاد بگذره و به سوی اقتصاد سالم دست پیدا بکنه و بتونه همته خوب افغانستان بر بازار جهانی عرضه بکنه و بتونه که جلب توجه بلند اقتصادی رو بر افغانستان داشته باشه، بعد در قدم اول موضوع امنیت در سر تا سر افغانستان باید موضوع بسیار در خط اول خود قرار بده. ما اگر در خط اول تنها موضوع اقتصادی قرار بدیم، نمیشه که بسطا ما تنها موضوع اقتصادی ما شعار بتیم و در قسمت امنیت. خب حالا گفته که در کنار این که ما مسائل امنیتی را هم روش تمرکز میکنیم، اما بیشتر توجه ما بالای پروژه بزرگ اقتصادی است تا ما بتونیم این وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشیم. بله، دولت در دو صورت بسیار خاص میتونه که بر این مبنای صحبت خود بتونه سوار باشه. در قدم اول آنچه که در داخل افغانستان برای ملت افغانستان اساس از و ارزش داره، او را باید قایمیت از او را باید زیاد من نظر بگیره، یعنی بتونه اول باورمندی خود به صورت کل عملا برای ملت افغانستان نشون بده. بعد جامعه جهانی وقتی میبینه که یک دولت در سطح کلی داخل خود میتونه به اصطلاح آن صلابت کاری خود داره، صلابت عرفی که به اصطلاح میگه به اون منوال اینا حرکت میکنن، در اینجا طبعا موضوعات جهانی جان میگیره و افغانستان به سوی صلابت های بسیار بلند اقتصادی خود گام میگذاره. و موضوع مشخصه که برای حکومت افغانستان زیاد ارزش داره، برای دولت افغانستان ارزش داره، موضوع ارتباطات بسیار مستحکم با جهان است. موضوع مستحکم که مثلا ما چی داشته هایی داریم، ولی افغانستان الحمدلله از نگاه اقتصادی بهترین یک خاک خود داره، بهترین یک جغرافی افغانستان است، از نگاه آب و هوا، از نگاه منابع سرشار زیرزمینی، از نگاه منابع سرشار بشری افغانستان، یعنی تمام داشته های خود ما داریم، ولی این منحوت میشه به تمام موازنه هایی که حکومت افغانستان با کدام صلابت این روزنه میته بر جهان عرضه میکنه و جهان معطوف میداره به این موضوع، این بسیار نقش مهم خود داره. و امیدوار به این هستم که افغانستان در سال 2016 که اینجا پیوستگی های جهانی در صورت کل ردیف میشه، مثلا ما ببینیم که موضوعات امنیتی کشورهایی که در جنوب آسیا، در شرق آسیا، کشورهایی که در شمال آسیا است، اینا در آسیای میانه هستن، اینا یک صلابت خاص کاری خود با همپیمانای خود میپیمانند و کشورهای غربی هم اونها هم صلابت کار خود دارن و در این مبنا افغانستان حکومتش باید آنقدر هوشیارانه، آنقدر محتاط باشه که تا بتونه افغانستان رو درگیر جنگ هایی که بین جهان فعلا جیراندار و جیران پیدا میکنه اینا رو شامل نسازه و حکومت افغانستان بتونه با تمام صلابت، با تمام توازن فکری، با حکومت وحدت ملی ما که هم جناب آقای اشرف غنی و جناب آقای دکتر عبدالله است، با تیم کاری که اینا دارن بتونن افغانستان از ناامنی هایی که به صورت در سر راست اینا در امان بذارن و ملت افغانستان در یک زندگی خوب پیش برن. بله، سپاس آقای صادق. حالا به عنوان جنبندی و نتیجه گیری همین بحث، حکومت افغانستان از سال گذشته که سال 2015 بود چی چیز را بیاموزد و یا تجربه کرده است تا در سال 2015 تا در سال 2016 این خلاها و کمیها را پاره بکند و برنامه جدید را روی دست بگیرد تا به من آرمانهای خود برسد؟ از کدام را؟ افغانستان در قدم اول باید بر مبنای ناامنی ها و آغاز ناامنی ها باید توجه بکنند. حالا ما ببینیم که یعنی از سال 2015 چی گفایی رو آموخته است و تجربه گرفته است که در آل در سال 2016 همون خلاها را پر بکند و برنامه تازه را روی دست بگیرد. سال 2015 یک بیخبری کلی از عملی دشمن در افغانستان بود، یک به اصطلاح یک بینظمی کلی در داخل دولت، مبارزه بر علیه دشمنان افغانستان بود و ایجاد کار برای جوانا بود. امسال بعد دولت بر مبنای تمام اصولیت خود نقطه اساسی که برای چگونگی مهار دشمن باشه، اینم از همین روزهای آغازین سال 2016 بعد برنامه داشته باشه تا اگر ما نتونیم جاهای بسیار اساس افغانستان، یعنی راه افغانستان ما از خطر معطوف نداریم، بر علیه دشمن افغانستان ما مبارزه نکنیم، یعنی دشمن افغانستان تا جایی که بخواهد قوای مسلح بیدار افغانستان اینا رو مهار نکنن، بله اینا رو مهار نکنن، ما هیچگاهی نمیتونیم که موضوعات اقتصادی رو ما داشته باشیم. اول در قدم اول مهار کردن دشمن هست از تمام منابع کلی که به دست دشمن هست، تامین امنیت، بله تامین امنیت بکنه. بعد از اینکه تامین امنیت میشه باید برنامه خاص برای روند پیشرفت استراتژیک افغانستان داشته باشه که بر مبنای پیشرفت استراتژیکی همون برنامه توسعه ملی، بله برنامه توسعه ملی هست که ما خب زمانی که یک دولت میتونه استراتژی خود بند بکنه، یک از قالبیتاش توسعه اقتصادی است. در قدم اول نظم مملکت است، در قدم دوم
ایجاد برنامه‌ریزی است، در قدم سوم توسعه آغاز میشه. ما تا که نتونیم یک استراتژیکی قوی را در مقابل افغانستان خود ما نداشته باشیم، طرح نکنیم و عملا سرزو پیدا نکنیم، ما هیچگاه نمیتونیم به امنیت هم برسیم، هیچگاه نمیتونیم رشد اقتصادی داشته باشیم. طبعا اگر افغانستان بر مبنای بلند رفتن کار بل. بر مبنای بلند رفتن اقتصاد پیش میره، با در قدم اول امنیت سرتاسری رو باید بعد ایجاد کار. یک جمله در آخر، سال 2016 را شما چگونه میبینید؟ سال 2016 یک مدت در آغازین ما مشکلات داریم الا تابستان، بعد از نزدیکی های در ختم تابستان ما میتونیم بعضی دستاورد خوبی را، یعنی یک سال پردستاورد خواهد بود؟ دیگه الغیب اندلا، ولی از دیدگاه مسائلی که انسان صحبت میکنه و تحلیلی که ما از حکومت خود داریم، از جامعه خود داریم، تا که حکومت بر مبنای اصولکرد ملی بله. نظر نداشته باشه، هیچگاهی ما نمیتونیم دستاورد داشته باشیم. بله. حکومت باید در مبنای اصولکرد ملی به نفع افغانستان معطوف باشد، توجه داشته باشه، ما طبعا آینده خوب میداشته باشیم. بله. در غیر از اون مشکلات ما زیاد میداشته. سپاس جناب استاد. سپاسگزار از نبی الله سادات، استاد دانشگاه و آقای امور اقتصادی، و سپاسگزار از شما که تا حال بیننده برنامه بودید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.